The LG G5 was modular design. The first phone built for fun. سلام. چهار اسطوره عزیز و دوست داشتنی این کشور بودند که با شکوه ترین مراسم تشییع جنازه برای این عزیزان برگزار شده. محمد علی فردین، ناصر حجازی، خسرو شکیبایی و مرتضی پاشایی که البته یکی از با شکوه ترین و پرجمعیت ترین مراسم 40 برای مرتضی پاشایی برگزار شد با بیش از 7000 شرکت کننده. در دومین سالگرد پرواز مرتضی پاشایی توجه شما را به تصاویری از این مراسم جلب می‌کنم که تا حالا پخش نشده. خانم ایدرزاده، چی شد که تو این مراسم تشریف آوردید؟ بعضی آدم ها هستن که میمونن توی خاطرات، توی خاطره ها، توی ذهن آدم ها. حتی اگه یه کار به هر عنوان یه کار زیبا تو زندگیشون خلق کرده باشن، ما علارغم این که فکر میکنیم مردم نگاه سطحی دارن، اتفاقا صاحب یکی از داناترین و هوشمندترین مردم دنیا هستیم که به راحتی میتونن نقش و واقعیت رو از هم تشخیص بدن، میتونن ببینن کی داره جلوی دوربین براشون بازی میکنه و کی همه عشقش و وجودش و قلبش رو میذاره و بهشون هدیه میکنه بدون اینکه کلامی، بدون اینکه اغراق و مبالغه رد و بدل شه. مردم برای دونستن این نیاز به گذروندن ترمای تحصیلی، کسب مدرک های خاصی ندارن. شاید از نگاه واقعی آدم بشه عمق قلبش خوند و این نعمت بزرگه و ما در حقیقت مردم هنرمندی داریم. یه وظیفه ساده کوچیک بود، یعنی اینکه کمترین کاری که دستم برمی اومد که تو این مراسم با شکوه شرکت کنم. دلیل و انگیزه من این بود که وقتی اون روزی که از آقای پاشایی خواهد شدم که آقا مرتضی میخوام برای ناصر خان که فوت کرده بود بخونی، قبول میکنی؟ گفت قبول میکنم. و بدون اینکه از من طلبی بکنه و تاخچه بالا بذاره به قول خودی ها رفت و من گفتم که مثلا 20 روزه این کار انجام بده، به ما تحویل بده. فکر کنم 3-4 روزه، یعنی بی نظیر تو 3-4 روزه این کار رو خودش انجام داد، یعنی همه کارش رو خود انجام داد. روزی که اومد من فکر کردم میاد پیشنهادش بده که مثلا چه کار کنی، ولی دیدم کار رو آماده داده و اون سیدی معروف ناصر زاده رو خون که هنوز هم به دلهای همه میلیون ها ایرانی نشست و به دل ما هم نشست. دوست داشتم. برای این آمدم سر مزارش، برای اینکه مرتضی مردمی بود. مرتضی به عشق مردم میخوند. من آدمایی که به عشق مردم زندگی میکنن خیلی دوست دارم. وظیفه‌ام دونستم اومدم و امیدوارم که ما مثل مرتضی کم داریم. ایشالا که اونا هم که داریم همیشه زنده باشه. مرگ حقه و من همیشه راضی بودم به رضای خدایی که همین عزت رو داده به مرتضی. من فقط ناراحت مرگ یک استعدادم. مرتضی یک استعداد بود، یک استعداد بسیار 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 زیاد درونش. با آرزو میکنم که در آغوش خدا آروم بخوابه و
وقتش اینه که بعد از گذشته 40 روز هنوز که هنوز حال هممون خوب نشده. و من نمیخوام زیاد اینجا صحبت کنم به جهت اینکه خیلی هایی که الان دارم میبینم هنوز چشاشون گریونه. هممون دوره هم جمع شدیم اینجا برای یه صدای آشنا، صدایی که برای هممون خاطره ساز بوده. خانم مریم حیدرزاده هم اینجا هستن و میخوان شعری رو بخونن. حالا خیلی کسا عشق و به آوازت بدهکارم، چه خوب شد که خودت دیدی چقدر مردم دوست دارن. یه صبح تلخ پاییزی دلم خونه غم شد، چون از فهرست کنسرت ها صدای مرتضی کم شد. سلام میکنم به همه عزیزانی که در این محفل با شکوه روحانی شرکت کردن. به سادگی نبود، شاید برای تقویم تنها ورق خوردن این روزهای سخت ساده بود، اما برای پاییز هم اینقدر تحمل این 40 روز سنگین بود که بار رو سرانجام به دوش زمستان گذاشت تا ما شاید 2 فصل در حال و هوای پرواز کسی باشیم که همچنان و همیشه هست و صداش زینت بخش خلوت تک تک ما خواهد بود. براش دنیای آرامش آرزو میکنم که مطمئنن این پرواز به مقصد طلایی آسمان زیباتر از زمین سرشار از بیمهریست و برای خانواده نازنینش صبری فراتر از بی نهایت آرزو میکنم، چرا که ما با صداش زندگی میکنیم و اونها با خودش و کار آسانی نیست و با چند جمله دلداری و تسلیت و سرسلامتی هضم نخواهد شد، نه با 40 روز، بلکه اگر سالهای متمادی هم از این اتفاق سنگین بگذره. همین که کسی اینقدر در اوج و محبوبیت پرواز کرد و مردم اغلب زمزمه هاش رو زمزمه می کنند و به لب دارن، شاید افتخاری است و توفیق است که نصیب هر کسی در این دنیا نشه. نگران تو هم، تو عزیز منی، آخه عاشقتم، همه چیز منی. نگران تو هم، یه دفعه گله کن، دیگه گریه نکن، یکم حوصله کن. تو افسانه عشق، تو قصه هایی، گناه وگرنه میگفتم خدایی. دلم دیگه دلتنگیاش بی حسابه، اگه تو نباشی نمیشه بخوابه. عوض میکنم زندگی تو، دل من نمیتونه بی تو. تو رو تا ته خاطراتم کشیدم، به زیبایی تو کسی رو ندیدم. نگو دیگه آبسته ما گذشته، نگو قصه ها باز سر نوشته. تحمل کنی لفظ بارو، به دنیا عوض میشه با تو. تو که گریه کنی دل من میگیره، دیگه بس نزار دل من بمیره. یه
تو بزنم به چیزی بخونم بزنم